امروز تصمیم داریم یه ولاگ متفاوت براتون ضبط کنیم. همیشه خوشگذرانی و سفر و اینا ضبط کردیم. امروز میخوام ببرمتون کارهای اداری انجام بدیم. چند تا کار اداری داشتیم که خیلی به نظرم براتون مفیده، برای همین گفتم شما هم با خودم ببرم که این کارها رو هم یاد بگیرین، هم ببینید پروسه کاری چجوریه تو ایتالیا. خب اولین جایی که میخوایم بریم اداره پلیسه. آیدا فکر کنم کارش تمام شد. من جاپاک پیدا نکردم، آیدا زودتر پیاده شد. تو ایتالیا وقتی مدرک شناسایی رو گم می‌کنید، حالا نه ایتالیا بقیه کشورها هم همینطوره، باید برید اداره پلیس اعلام کنید و یه دنونچا بنویسید. تو اون دنونچا می‌نویسه که شما این مدرک رو گم کردین و با اون دنونچا میتونید برین، حالا یا اگه پاسپورت گم کردین برین سفارت، یا اگه مدرک دیگه رو گم کردین مثلا مثل پرمسو یا کارت ایدنتا میتونید برین شهرداری یا کوستورا درخواست بدین که یه دونه جدیدشو بگیرین، ولی اول از همه شما باید دنونچا بدین. حالا ببینید آیدا داره میاد، بپرسیم چی کارا کرده، بهمون کامل توضیح بده. خب آیدا جان چه کردی؟ بگو، تعریف کن. هیچی، من اومدم اینجا اداره پلیس. میتونید هر اداره پلیسی که میخواین برین، اون مدرکی که گم کردین رو بهشون میگین، حالا به هر طریقی گم کردین، هر جوری که گمش کردین. چی گم کردی؟ چه؟ تو چیو گم کردی؟ پاسپورت. من پاسپورتمو گم کردم. برای همین اومدم گفتم که پاسپورتم گم کردم، برام برگه رو نوشت و امضا کرد و بهم داد. حالا با این میرم سفارت. خب حالا بریم سفارت ببینیم اصلا پروسه پاسپورت گرفتن و تمدید پاسپورت چجوریه. برای دانشجو با کسایی که دانشجو نیستم یکم متفاوت قیمتش که کامل الان میرم میپرسم بهتون میگم قیمت‌ها چقدر فرق دارن. اول از همه اینو یادم رفت بهتون بگم، برای اینکه برین سفارت باید برین تو سایت میخک یه فرمیو پر کنید. حالا برای اگه پاسپورت می‌خواید دوباره تمدید کنید، میرید اونجا فرم پر می‌کنید، یه سری مدارک ازتون می‌خواد، اونا رو آپلود می‌کنید. کلاً هر کاری تو سفارت دارین اول بهتره برین تو میخک یه وقتی بگیرین. تو ایتالیا اینطوریه، نمی‌دونم کشورهای دیگه اینطوریه یا نه. بعد برین تو سایت میخک وقت بگیرین، یه فرمی بهتون میده، با اون فرم برین سفارت کاراتون رو انجام میدن. حالا الان میخک رو من پر کردم دیشب، الان بریم سفارت ببینیم. یه مشکل پرداخت پولم هست که جلوتر بهتون میگم که با هر کارتی نمیتونید پول پرداخت کنید و نقدی هم نمیتونید پول بدید. چرا شلوار پات کی؟ چیکار کنم با سفارت؟ چه فیگه؟ من این همه چک کردم کسی نگام نکنه، آخر شما همه میبینید این صحنه رو. قیمت عوض کردن پاسپورت برای دانشجوها مجانیه. باید پرونده دانشجویی تو سایت میخک درست کنید، بعد درخواست تمدید گذرنامه بدین و اونجا چیز کنید، درخواستتون رو بدین و بعد برین سفارت. ولی باید مراقب باشین که پاسپورتتون منقضی نشه، چون اگه پاسپورتتون منقضی شه باید پول پرداخت کنید. اگه دانشجو نیستین 100 یورو هزینه‌اش، 100 یورو پرداخت می‌کنید، بعد برین طبقه و یا اینکه میتونید با کارت بانکی هم پرداخت کنید، ولی همه کارت بانکی‌ها رو قبول نمی‌کنه. باید حتما روش نوشته باشه پاگو بانکومت. اون کارتایی که روش نوشته پاگو بانکومت اونا رو قبول می‌کنه، میتونید اونجا پول پرداخت کنید با کارتتون. اگه نه یه دونه شماره ایبن دارن که میتونید حساب به حساب کنید، از طریق طبقه‌ای میرین طبقه‌ای پول پرداخت می‌کنید و حساب به حساب می‌کنید. هزینه‌ش هم همونطور که گفتم 100 یورو، ولی اگه پاسپورتتون مفقود شده باشه و بخواید پاسپورت جدید بگیرین هزینه‌ش 200 یورو. 100 یورو برای کسایی که می‌خوان تمدیدش کنن پاسپورتشون رو دارن، اما اگه گمش کردین هزینه‌ش میشه 200 یورو. پس پرداختش هم گفتم اونجا نمیتونید نقدی بدین، با کارت، کارتی که پاگو بانکومت باشه، یا اینکه از طریق طبقه‌ای برین اونجا از طریق ایبنشون شماره حسابشون پرداخت کنید. خب اومدیم نهار بخوریم و در کنار آقا داریش عزیز. من بهش نگفتم دارم ولاگ میگیرم، یو سورپرایز بیچاره. خب اینجا یه توضیح بده چجوریه؟ یه جای خیلی باحالیه که شما میتونید بیاید اینجا انتخاب بکنید توی ساندویچ که همبرگر یا حالا با مرغ گوشته چی میتونید چی بزنید. هول شدم. من بهشون میگم باید انتخاب کنید، اینجا بهتون همه چی رو میگه، مدل گوشت چند گرم میخواین و موادی که توشه، حالا بقیه‌اشو بهتون نشون میدم. براتون حالا میشه به شکل ساندویچ بیاره، همبرگر بیاره، یا اینکه بشقابی بیاره. بشقاب آیدا که رسید، این همبرگرشه. ما ساندویچ نمیگیریم، بشقاب میگیریم. این هم بشقاب من. گراسیه کارو. وای پنیر فرانسه بچه‌ها. ببینید چقدر جذابه.
این بشقاب انقدیه بهتون 6 یورو میده. هر چقدر هر چی هم بخواید داخلش میتونید بذارید. محدودیتی نداره. تیردوان گرفته داریوش، باورم نمیشه. آفرین آفرین. آید بشقاب تو همه کمتر داره. آره من خودم رو قبلش با سیب زمینی و مرغ سفالی فقط. آره ما ولی فیتنسی نرفتیم، همه چی گرفتیم. همه خب جای بعدی که امروز میخواییم بریم عزله. ما باید بیممون رو عوض کنیم. بیمه توی ایتالیا دانشجوها باید 150 یورو براش پول بدن تا بتونن تست سر سنگتریاشون رو بگیرن. اگه کارمند هستین یا جایی کار میکنید که بوستا پاگا قرارداد کاری دارین اونطوری مجانی میشه. خیلی هم حالا فیلم درست میکنن میگن که رفتن مجانی گرفتن، ولی قانون اینه که شما 150 یورو باید بدین. حالا چون تو ایتالیا یکم خر تو خره، بعضی باجا بلده بعضی باجا بلد نیست، شانس میارین که اون 150 یورو رو نمیدین. دیگه ببینید زیر ماشین نرم برم اون برای خیابون. ما چون خونمون عوض کردیم باید دکتر خانوادمون هم عوض کنیم، برای همین الان اومدیم اصل که دکتر رو بیاریم نزدیک خونمون، چون دکترمون دم خونه قبلیمونه. Ma una domanda per studenti si paga tessera sanitaria? Che non ce l'hanno il lavoro? Che c'hanno? Il permesso di soggiorno? Ce l'hanno il permesso di soggiorno e studente però non ce l'hanno il lavoro. Devo controllare. Questo è considerato libretto, forse intendevamo questo qua con l'esenzione. Comunque penso di no. Abbiamo solo il libretto questo con l'esenzione una volta che è stata registrata. Sì, ok, adesso mi informo. Sia di qua che di là. Allora, c'ha il permesso di soggiorno a scadenza? No, no, è scadenza di un anno, sì. Non c'è il lavoro, solo è studente. Ok, chiedo allora. Ok, grazie. Okay. Ascolta, per gli studenti deve pagare. Quanto deve pagare? Adesso glielo dico, è 147 euro e qualcosa. 147 euro e qualcosa. Sì. Ok, grazie. Sì. Ogni anno, giusto? Perché deve rinnovare. Annuale, quindi le conviene farlo a gennaio, perché se no se lo paga adesso fino al 31 dicembre. Ok, perfetto. خب کار تست سنیتاریمون هم انجام دادیم، خیلی ساده بود. یه لیستی بهم داد، گفتش که دکترمو انتخاب کنم. دکتر انتخاب کردم چون من قبل داشتم دیگه، نباید فرمی پر می‌کردم، کاری می‌کردم، فقط باید عوضش می‌کردم. یه نکته که خانم گفت 147 یورو دانشجوها با پرداخت کنم برای تست سنیتاریا، یعنی اگه کار ندارین و فقط دانشجو هستین قیمتش 147 یورو. یه نکته دیگه هم که گفتش این کارت سالانه هستش، یعنی از ژانویه تا ژانویه اعتبار داره. مثلا اگه شما نوام میاین و 150 یورو بدین فقط دو سه ماه اعتبار داره و پولتون میپره. گفت بهتره که وایستین ژانویه بشه، یعنی اول ماه میلادی، اون موقع اقدام کنید که یک سال کامل داشته باشه، وگرنه اگه وسط سال اقدام کنید فقط 5 ماه 6 ماه اعتبار داره، یعنی تا ژانویه اعتبار داره. این همین نکته بود که خانم گفت. خب ما اومدیم بار بشینیم یه کافه خوشمزه بخوریم، از این بلیطای بخت آزمایی خریدیم که تو ایتالیا خیلی خیلی معروفن، بهشون میگن گرفتای وینچی. اینا رو خراج میدیم، حالا بستگی داره چقدر میبریم، 5 یورو، 500 یورو، 5000 یورو، ببینیم ما چی میبریم امروز. این چجوری کار میکنه؟ این بالایی ها باید با این پایینی ها مچن، هر یه دونش که مچه همونو بردیم. ببینید این عددا رو اگه اون پایین پیدا کنیم یعنی برنده شدیم. حالا یا 38 16 هر کدومو که پیدا کردیم برو پایینی رو بردیم. چه حسی داری هیچی نبردی؟ حسی نبردی. حس نامیدی با حالا اینا اینطوریه کم پیش میاد، ولی مثلا این پیرزن پیره مرداره که میبینید یه ها روزانه میان 60 یورو 60 یورو از اینا میخرن، واقعا میبرن. آره یا میبینید 1000 یورو 2000 یورو میبرن، ولی خب از اون برم پول زیاد از دست دادم دیگه.